سلام، برنامه بکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. بعد تو امروز یه برنامه داریم مخصوص آدم های سنبالا که بی خیال زندگی میشن. من الان مام بزرگ خودم 85؟ 90 هم الان باره بابا تا به جون خوده دیگه 88 بودم الان دیگه 89 نه بابا به جون دمیان گیرم مام جان 90 سالشه. بعد من چیزی که احساس کردم توی مثلا 10 سال گذشته زندگی دیگه زندگی نمیکنه. بابا بزرگم 2 سال، یعنی 8 سال پیش مرده، 7 سال پیش مرده دیگه. مامان بزرگم من ندیدم زندگی بکنه بعد از اون. مثلا من فکر میکردم که بابا جون مثلا از دنیا بره، تو خب بخوره بالاخره وقتت آزاد میشه، شب مثلا یه مسافرتی بری، خود به خودت برسی، با این مامان حال کنی، ولی هیچ کاری نکردی، فقط مونی تو خونه و به نظر میاد فقط وایسادی که بمیری. و من سوالم اینه که چرا این کارو میکنی؟ آیا به خاطر اینه که خدا گفته بمیری میری بهش، منتظری بری بهش؟ نه عزیز من، هیچ که نمیاد. تو آمده منو ببره، گفتم نمیام. آره با کی ببرم؟ کی منو ببره؟ تو پرسیدی مثلا چی خواستی که کسی نبردتت؟ از کی؟ از کل بچهات. 5 تا بچه داری؟ همشون مشغول زندگی خودشون، همشون که 23 دارن به تو میرسن. خالشدی هر روز اینجا، سعید هر روز من اینجا. من میگم خب هستن اینجا هستن، ولی مسافرت بردن من تو این سن کار سختیه. حالا مسافرت نه، چرا مثلا من میرم بیرون تو خیابون میبینم توی مال پیرزن پیرمردا دارن راه میرن، نمیدونم مثلا میرم توی پارک میبینم دارن راه میرن، میرم تو استخر میبینم دارن اینا رو ورزش میکنن، میرم زمین تنیس میبینم پیرزن داره تنیس بازی میکنه. تو چرا اصلا به خودت اصلا نمیرسی؟ چرا همیشه فقط مثل یه کارگر میمونی که من باید غذا درست کنم، چون اینا رو تمیز کنم، لباسشون رو بشورم، بزنم پشتت راحت بشی؟ هیچ کسی نداریم الان دیگه، برای هیچ که کار نمیکنم. خب همون وقتی که کار تمام شده میگی انگار دیگه انگار یه کارگری هستی که بیکار شدی. نه نه، بالاخره هر وقت دلم بخواد میرم بیرون، هر وقت نه. تو این هوا روزگار رو گند اینجا کجا برم؟ نه این بهونه کجا نیاد. تو الان این همه سال اینجای 7 ساله، 7 تابستونه، 3 ماه تابستونه، میشه 21 ماه داشتی بری بیرون. تو این 21 ماه هر کنونش 30 روزه، میشه 650 روز تو وقت داشتی بری بیرون. تورنتو رفتم، پل امید رفتم، یه مان مونده. باشه اونم میری از فرودگاه میری تو خونه میشینی تا روز آخر، حالا مثلا دوتا رفتم ببرن بیرون میشینی تو ماشین. ولی خودت زندگی نمی کنی. یعنی مثلا اینجا یه پیرزن که خواب بلند میشه، بلند میشه مثلا میره پایین میگه من باید برم فلانجا کافی بخورم، میره 2 ساعت خودش پیاده میرسه به کافی شاپ کافی میخوره برمیگرده، بارون هم باشه چتر میگیره، حالا هوا خیلی تخنه باشه قبول نمیره، ولی 70% اوقات شدنیه، یه چتر میگیره دستش میره. تو هیچ کنو از اینا من ندیدم واسه خود داشته باشی، نه به خود برسی، نه بری بیرون، نه رفیق بازی کنی، نه مثلا یه پلانی داشته باشی که مثلا آقا من دارم میخوام یه تلویزیون بزرگ بخرم. یه چیزی برات تعریف کنم، فیلم اون شب رفتم دکتر، حال نداشتم، با خالشادی رفتم دکتر آزمایش کلی دیگه، همه رو آزمایش کردم، اومدم خونه داشتم میمردم. سعید اومد گفتش که مامان بیا چیز کن، بیا فلان، من بایستم اینجا، تو برو دستشویی، بیا من برم. گفتم تو برو، من خودم میرم، به تو کاری ندارم. یه خود جورتنی بزن سعید نخوبه. سعید اومد پیش، سعید اومد اینجا، رفت، من رفتم دستشویی، یه دفعه مثل که یه نفر منو بلند کرد از رو دستشویی پرد کرد پایین. نه بابا به خدا انقدر هنوزم درد میکنه کونه. آره خوردم زمین، داغون شدم. حالا سعید رفته، میخوام از اونجا افتادم، میخوام بلندشم، نمیتونم، هر کاری میکنم نمیتونم. خلاصه هی شادی نگاه میکنه توی این دوربینا، تو بینه من کجا، هی نگاه میکنه، یه دفعه میبینه سرم از اونجا، یه سر اونجا پیداست. من هم تو کون تا اون دم پل اینجا اومده. مامان کجایی؟ گفتم اینجا. گفت خورد زنی؟ گفتم آره. گفتم نه یا الان میام. من آخه این یه ذره جا رو راحت همیشه میام ازم، چون خورده بودم زمین دیگه قدرت نداشتم که اینجا بلندشم بیام بشنم. میخوری زمینم؟ وحشی میری زمین، من دیدم میخوری زمین، یعنی یه جوری میری که انگار کشتی کجه، با سر میبینی، معلق میبینی، اینی که هفت جاد نمیشکنه عجیبه. خیلی خیلی خوردم زمین، این زانون داغون شد، خیلی امسال زمین خوردم. الان ما باید چیکار کنیم که توی خوره به خود برسی؟ چرا فکر میکنی فقط باید بدتر شی؟ چرا این باور رو داری؟
چی باشم؟ چرا فکر میکنی؟ الان مثلا پاد درد میکنه؟ پاهم زانوام درد میکنه. نه را نمیتونی بری خوب. خب درسته، باید با چرخ دار بری. کمرم درد میکنه. چرا یک کاری نمیکنی که بهتر شه؟ چه کار کنم؟ مثلا کمر، ورزش کمر. میکنم هر روز ورزش میکنم، اگه نکنم خوش شدم. میکنی هر روز؟ آره. خب الان من میخواد ورزش کنه. آره. نه میخوام بدونم که مثلا ندیدم تا حالا یه بار تو زندگی مثلا زنگ بزنم این ماموجو کجایی بگی دارم میرم بدوام، دارم میرم اسکی بدوام. آره چرا اینقدر عجیبه برات؟ من میبینم پیرزن 890 سالی که میره میدوه. از اول خیلی خب تو چون اول نداشتی، من کلا زنای ایرانی همه رو خیلی لش میبینم. من هر روز من یه دونه مامان دوستامو نمیشناسم که مثلا ورزشکار باشه. مثلا مامان چیکار میکنه؟ هفته یه بار میره والیبال بازی میکنه، هفته یه بار میره استخر حتما. مامانم مثلا تنیس بازی میکنه، شاید معلم تنیس باشه به خاطر اینکه پول در بیاره میره، ولی یه عادت ندیدم که به خاطر خودش، به خاطر علاقش این کارو بکنه. چرا خانم ایرانی انقدر کنگو شدن؟ چرا به خوشون نمیرسن؟ چرا سرعتش؟ یعنی از اول نازلازی ما رو اومدن دیگه. خب باشه، کسی که نازلازی نه به سرعتش بسش اهمیت داشته باشه. خب منم اون موقع که جوون بودم سرخم رفتم، خیلی سرخ میرفتم. من یه بار یادم نمیاد اونجا تو ورزش کرده باشی. من 90م، من خونه چند روز موندم، یه بونه یه بار یه مایو ندیدم خوش کرده باشی، یه بار ندیدم یه دونه راکت گوشش نمیدن اینا. این چرخم الان که نمیتونن زمین، الان زمین بشینم دیگه نمیتونم بلنشن با همون چون خب ندارم. حرف من همینه، تو اگه هفته یه بار واسه خود ورزش میکردی به این وضع نمیافتادی. هر روز با این چرخ ورزش میکنم، تو نمیدونی چقدر من ورزش میکنم. خب پس چه جوون بودی چرا نمیکردی؟ جوان بودی؟ من از جوانی ورزش میکردم. چه ورزشی میکردی؟ ورزش مثلا بهمون یاد میدادن مثلا همه برای لاغر شدن فلان، اینا همیشه ورزش میکردم. تو زندگی یه بار شنا رفتی؟ شنا؟ دست بذاری زمین اینجوری بری بالا پایین؟ آره. شکم رفتی بخوایی جیبی بالا شکم بزنی؟ خیلی ورزشه. من پیراست پار 10 سال پیش اصلا انقدر پاهم درد میگرد نمیتونستم تکون بخورم. اون دوربین رو ناکن حافظم. دوربین رو ناکن حافظم. من رفتم اینجا پلوی چیز فکر کنم اونجا، چون من بدن تو دوربین نگاه میکنم. یه آقای بودش ورزشگاه؟ نه چیزه بگو کایروپراکتر. پلو میرفتم ورزش میکردم، بهم یاد داده بود پاهم درد میکرد ورزش میکردم، ورزش یاد داد. اومدم خونه چقدر من با این ورزش هایی که اون به من یاد داد استفاده کردم، چقدر ورزش کردم، همون باعث شد که تا حالا میتونم رو پاهم باشم خیلی. خب حالا من یه سوال دارم، اینجا یه جا هستش که مثلا استخر، بعد زمین استخر بالا پایین میشه، یعنی دستگاه داره این زمین سخ رو میارم بالا در حدی که تا فقط شکمت تو آب باشه. بعد توی این باید بری جلو و بیای عقب. یه مثلا 20 تا پیرزن و پیرمرد دیگه میان، یه موزیکی میذارن، یه نفرم جلو وایساده میگه کار منو بکنیم، بیاین جلو بیاین. خیلی هم ریلکسه، من فقط واسه اینکه تکون بخوری. چرا اونو انجام نمیدی واسه خودت؟ آخه به این رفت شما میگی، من اصلا همه اینجا کار دارم. خب من که کار ندارم. خب من تو رو تا از خواب پا بیدار کنم شب شده دیگه. دقیقیست من هفته صبح بیدارم، چی میگی تو؟ نه من اخواد نمیدونم، همه گرفتارم، تو هم گرفتاریه. بچهت میخواد بر مدرسه، اون میخواد بر سر کار، اون میخواد. خب اون گرفت کنم به من رب داره. من اگه هفته یه بار بیام این بچه رو نگاه بکنم تو اتاقه کارتان نگوش گوش میده مماکنه میگه. من اگه هفته یه بار بیام ببرم اینجا میای با من؟ بشه اینجا بگم بیاد مایو تو ردیف کنه ببریم اونجا ببین چه احساسی داره. الان حال ندارم. حال چی رو نداری؟ آب گرم اصلا مریضم الان. خب اونجا تو خوب شی دیگه؟ نمیتونم. چرا نه؟ نمیتونم اصلا شونشون ندارم. کاری نبا بکنم باید راه بری تو آب. خب میدونم رفتم، رام رفتم، اونجا هم رفتم، استخرم رفتم. برو چطور بدن کجا رفتی استخر؟ به جون تو خیلی استخر رفتم. کی؟ نیکی خوش... نیکی با نیکی میرفتی. یعنی مثلا نیکی کلا سه بار رفته باشه اونجا. ها؟ تو میگم کلا نیکی سه بار رفته باشه اونجا. نه اصلا نوشته بودم با بچه ها میرفتم. خب تو چیکار میکردی با بچه ها؟ رفتی داد میزدی؟ منم میرفتم اونجا. آره میشه زیاد بغل پاشش پنجره هات داگی میخوری؟ نه منم خودم اسم نوشته بودم میرفتم تو دیگه. واقعا؟ چون میگم ما باغمون تو ایران سخت داشت.
یه بار ندیدین ننه بزرگم بیاد به پرتاب شنا کنه دوتا کرال بزنه. واسه همین دیگه خاموشش کن، داستان گفتن آسونه دیگه، زندگی اینه.